سلام، خوش اومدید به کلاس درس. میخوایم یکی دو تا تمرین کتاب درسی رو با هم حل بکنیم. فعلا شروع میکنم از تمرین 12 فصل 5 کتاب درسی. سوال میگه که یک جریان متناوب داریم، چیزی که در ویدیو قبل رو یاد گرفتیم، که بیشینه اون، یعنی این آیه امی که ما داشتیم، برابر هست با 2 آمپر و دوره جریان هست 0.02 ثانیه. خب این اطلاعات رو به ما داده و گفته که مقاومت مدار که این جریان متناوب ازش میگذره هست 5 اوم. سوال اول از همه از ما یک چیز رو پرسیده، گفته اول از همه بگید که در چه زمانهایی جریان بیشینه خواهد بود. خب پس این سوال اوله که از ما پرسیده که در چه زمانهایی جریان بیشینه خواهد بود. خب باید مرور کنیم چیزهایی که در ویدیو قبل دیدیم. من خیلی سریع یادآوری میکنم، در ویدیو قبل دیدیم که آی در طول زمان برابر بود با جریان بیشینه ضرب در سینوس اومگا تی. یادتون هستی که اومگا برابر بود با 2π تقسیم بر دوره تناوب. الان من میتونم اومگا رو حساب بکنم، چون دوره تناوب هست 0.02، این میشه 2π تقسیم بر 0.02 ثانیه، مساوی میشه با 100π و واحدش هم که از 1 به ثانیه. پس اومگا میشه 100π، پس این مساوی میشه با IM، یعنی 2 آمپر ضرب در سینوس 100π t. درسته؟ خب حالا گفته در چه زمانهایی جریان بیشینه خواهد بود، یعنی در چه زمانهایی سینوس 100π t میشه چند؟ 1 دیگه، بیشینه جاییه که سینوس 100π t بشه 1 یا منفی 1. در نتیجه باید سینوس 100π t مساوی باشه با 1. در نتیجه یکی از جوابهای این مسئله جاییه که 100π t مساوی باشه با π2 میگه. سینوس π2 میشه 1. در نتیجه t مساوی میشه با 1/200. قبوله؟ پس در زمان 1/200 ثانیه جریان بیشینه خواهد بود و دقیقا برابر خود 2 آمپر خواهد بود. یک جواب دیگه اینو هم میتونیم حساب بکنیم. یک جواب دیگهش اینه که سینوس 100π t مساوی باشه با 3π2. خب در این نقطه 3π2 سینوس 100π t میشه -1، یعنی در حقیقت سینوس 3π2 میشه -1 و جریان میشه -2 آمپر، یعنی جریان بیشینه منفی خودش رو میگیره، در حقیقت کمترین مقدار ممکن رو میگیره. که خیلی وقتا وقتی میگن در چه زمانهای جریان بیشینه است، منظورشون اینها هم هست، یعنی در چه زمانهای جریان حد اکثر منفی خودش رو میگیره. در نتیجه تی مساوی میشه با 3/200. خب و همینطوری میتونید برید دیگه، 5π2، 7π2 و و و در همه اینها جریان مقدار بیشینه خودش رو خواهد داشت. پس قسمت الف سوال رو حل کردیم. قسمت ب میگه در این لحظه ها که جریان بیشینه است، نیروی محرکه القایی چقدر؟ خب اینو چجوری به دست بیاریم؟ جریان رو که داریم بیشینه، یعنی جریان هست 2 آمپر. مقاومت رو هم که داریم هست 5 اوم. پس نیروی محرکه القایی طبق قانون اوم میشه RI، یعنی 10 ولت. خیلی ساده بود دیگه، نه؟ این قسمت هم حل شد و در نهایت از ما پرسیده سوال در قسمت آخر که در تی مساوی با 1/400 ثانیه شدت جریان چقدره؟ در این زمان گفته آی چقدره؟ باید چیکار بکنیم؟ خیلی راحت، یعنی شما موقعی که این رو اینجا نوشتید عملا سوال رو دیگه حل کردید دیگه، چون همه چیز رو اینجا دارید. اینجا وقتی گفته این، کافیه بگید که خب آی مساوی هست با آی ام سینوس اومگا تی، یعنی 2 ضرب در سینوس 100π ضرب در تی هم که هست 1/400، که این عبارت داخل میشه π/4. سینوس π/4 چقدره؟ سینوس 45 درجه، رادیکال 2/2. پس این میشه 2 ضرب در رادیکال 2/2، آی مساوی میشه با رادیکال 2 آمپر. قبوله؟
پس من وقتی اینو نوشتم دیگه عملا مسئله حل شده بود دیگه، چون نقاطی که جریان حد اکثر میشه فقط کافی بود سینوس رو بذارم یک و مثلا نیروی محرکه که قانون اوهم بود یا مثلا در یک تی خاص جریان چقدر رو میذاشتم داخل این فرمول و دیگه من تقریبا مسئله رو کامل همینجا حل کرده بودم. خب خیلی هم خوب، من چون این احتمالا آخرین تمرین یکی از الکتریسیته و مغناطیس حل میکنم، دلم نمیاد دیگه تمرین حل نکنم، بذارید یک تمرین دیگه هم حل بکنم. بریم سراغ یک سوال دیگه از کتاب درسی، مثلا سوال 10 فصل آخر کتاب درسی رو میتونیم با هم حل بکنیم. پس سوال 10 فصل 5 رو میخوایم الان با هم حل بکنیم. سوال میگه که شار مغناطیسی عبوری از یک حلقه اینجوری فرمولش، یعنی میگه به من تتای بی برابر هست با شار مغناطیسی برابر هست با 4T/2 به علاوه 3T منهای 1 ضرب در 10^-3 وبر. خب این معادله شار. خب من میتونم اینو نمودارش رو هم رسم کنم دیگه. از ما خواسته که بزرگی نیروی محرکه القایی رو در زمان تی مساوی با 2S به دست بیاریم، یعنی در زمان تی مساوی با 2S بگیم که نیروی محرکه القایی چقدر هست. خب کلید واژه حل این سوال چیه؟ کلید واژه همه حل همه سوال های الکترومغناطیس قانون القای الکترومغناطیس فارادی که هست این، مشتق شار به نسبت زمان. خب از این بلدید مشتق بگیرید دیگه، مشتق این نسبت به زمان مساوی میشه با 8T به علاوه 3، مشتق عدد ثابت هم که میشه 0 ضرب در 10^-3 ولت. قبوله؟ خب دیگه من الان نیروی محرکه القایی رو به صورت یک تابعی از زمان به دست آوردم، کافیه تی رو بذارم 2، در نتیجه در تی مساوی با 2 این مساوی میشه با 16^-3 ضرب در 10^-3 ولت که میشه 19 میلی ولت. پس این بزرگی نیروی محرکه القایی در زمان 2 و این هم کلن فرمول نیروی محرکه القایی به صورت تابعی از زمان، یعنی تی رو هرچی بهتون میدادن میتونستید خیلی راحت حساب بکنید. خب این ویدئوی آخر کل فیزیکسه هست و البته ویدئوی آخر نیست، چون اگه ویدئوی آخر باشه من الان باید یه خورده باز چیزهای دیگه بگم، یه ویدئوی کوتاه دیگه من از فیزیکسه براتون ضبط میکنم و فیزیکسه تموم میشه. الان سعی میکنم زود تموم بکنم، اگه یه خورده بخوام ادامه بدم افسرده میشه داستان. فعلا خداحافظ تا ویدئوی آخر فیزیکسه.